رو تقسیم کردیم به جوانان خودی، همین جوانایی هستن که دور و بر همین آقایون هستن، حالا اصلاح طلب هستن که فرقی نمیکنه، دور و بر بیوت هستن. جوانان رو تقسیم کردیم به خودی و جوانان رو تقسیم کردیم به بیخودی، اونایی که میگیریمشون تا حرف میزنن سریع پیامک، آقا این حرفو زدی الان اینجا بودی ها، فردا بازداشت میکنیم ها، الان بازداشت کردیم ها، مجوز ان جی او تام لغو کردیم ها. اینا بیخودی ها. یه سری هم جوانان نخودی ها، یعنی اینا کدوم دانشگاه درس میخونن، چه تحصیلات رو طی میکنن، بعد چه شغلی و چه درآمدی و مسکنشون چی میشه، ازدواجشون چی، اینا هم که نخودی ان تو کشور ما رهان. تو مثالتون غلط بوده کیا ها؟ کدوم مثال؟ المپیک. ببین مثال المپیک بحث که تابعیت ایران، نه اتفاقا من میخوام بگم که مرزها رو قاطی نکنیم. کسی که تابعیت ایران رو میذاره در حالی که همه جور امکانات داره، فرار میکنه میره یه تابعیت دیگه بگیره، اونجا همش دنکجی میکنن، میره تحت عنوان تیم پناهندگان، این به نظر من مصداق غیر خودی هستش، هیچ جا تعارف هم نداره اینجا به اصطلاح. من یه سوالی دارم، اگر امروز یه جوان ایرانی مسلمان بخواد یه روش و یک سبک زندگی رو اختیار کنه که با اون چیزی که حاکمیت نظرش هست در تضاده، حتی در تناقضه، ما باید کار رو به یه جایی برسونیم که به نفع بلد نه، من در اون مثال خواستم صحبت میکنم، آیا اون فرد به خاطر این چیزا گذاشت رفت یا نه همه چیش هم تمام بود به خاطر تصمیم شما؟ من اصلا سابقه اون فرد رو اصلا درستی نمیدونم به درستی. خب پس مثال نزنه دونه. نه من یه چیز دیگه، من میگم المپیک الان شده مایه مناقشه ملی، اینه که دیگه مثال درستیه. نه مناقشه هست، دلیلش اصلا نمیخوام بگم. ببینید اتفاقا من رو اون مثال چون حساسم دارم به شما، ببینید بس اول کاری ندارم، اون به نظر من مشخصه، ولی اون کسی که خودش میگه من نمیخوام همسر نمیشه 80 میلیون آدم دیگه باشم، میره یه تابعیت دیگه میگیره، اینو دیگه جزء مثالای خودی نظر من حرفم همینه. ماها که هممون معتقدیم وای میسیم تو این مملکت با هر چیزیش که شده این مملکت رو باید خودمون بسازیم، ماها که من معتقدیم. شما نگفتم من اصلا میدونم، من اصلا نمیخوام حرف شما رو نفی نمیکنم، من میپذیرم ما باید وطن پرست باشیم، هستیم هم. اصلا اون مثال کاری نم، من میگم الان جوون ایرانی اگر سلیقه‌اش با سلیقه حاکمیت در تعارض بود، حاکمیت چگونه پاسخ میده سوالای اینها؟ آیا حاکمیت اصلا میبینه حرفش رو، میشنوه و بعدش پاسخ داره؟ و آیا یه بحث دیگریست، من خب همین دیگریست، چون اینو نداشتیم، چون این سازوکار حکمرانی هم نداشتیم، منجر میشه به رفتن و قهر کردن و این یه چیزی که میتونستیم عرضم به حضورتون که با گرهی که میتونستیم با دست باز کنیم، حالا با دندون نمیتونیم.